رئیس جمهوری آمریکا در انتظار دیگر کشورها نیست تا با او در خصوص جمهوری اسلامی ایران همراه شوند. پیش از ترک نیویورک، پرزیدنت ترامپ ابراز امیدواری کرد شرایط موجود داخل ایران نهایتا مسئولین آن کشور را مجاب به گفتگو کند. گیتاریان خبرنگار ازامی ما به سازمان ملل این گزارش را از آخرین گفته های پرزیدنت ترامپ در نیویورک ارسال کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین برنامه خود در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نسبت به شروع مذاکرات با ایران ابراز خوشبینی کرد. ایران به سمت من خواهد آمد و فکر میکنم توافق خوبی خواهند کرد. آنها الان دچار مشکلات هستند. او به مشکلات داخلی از جمله کاهش ارزش پول اشاره کرد. But I'm sticking up for the people. من به نفع مردم عمل می کنم. من طرف مردم ایران هستم. اما مسئله این است که تورم بالاست. پولشان بیارزش ارزش شده. ناآرامی هست. نان نمی توانند بخرند. هیچ کاری نمی تواند بکنید. فاجعه است. فکر می کنم بالاخره زمانی به ما بگویند نمی شود کاری کرد. ساده است. من فقط نمی خواهم تسلیحات اتمی داشته باشند. پرزیدنت ترامپ می خواهد ایران اقتصاد شکوفایی داشته باشد. من میخواهم اقتصاد خوبی داشته باشند من میخواهم آنقدر نفت بفروشند تا بهای نفت کاهش یابد پرزیدنت ترامپ گفت این دیدگاه او از نقطه ضعف یا قدرت نیست